وقتی راه میگردن همی دنبای کونی زن هم خیلی میجیمه و چی فایده را رو سب پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله میگه زمانی میشود که امتای من میگه لباسی به بر میکنن میگه که او لباس میگه جواب دهنده ستر نیست شاید همی زمانی مایه میگفت کرته دارم همی پلت یا حاضی موده شدگی هست همه در حساب کرته داخل میکنن من فکر میکنم او کرته نیست او لباس نیست لباسی که زینت میشه لباسی که عضو بدن زن معلوم میکنه او لباس نیست زن لباس میپوشه که کسی برای او پنهان باشه زن لباس میپوشه که عضو بدن او پنهان باشه چی گونه او لباس بوده سینه او بر الان معلوم است دنبای او بر الان معلوم است اشکم زن که دو تا تولد کرد سوس میشه میجنبه بر الان معلوم است چی او لباس باشه چی نه حضرت فاطمه رضی الله عنها در تابستان تا 60 گرادوس عربستان گرم بود او حضرت بجوز شوهرش و پدرش و کس دیدگی نبود اما در همین گرمی ها بجوز چادری پوشیدش کرته مخملی میپوشید 60 گرادوس گرمی در او را کس نمیدید در درون خانه کرته بخمل میپوشید ما یا پپلین تو متک هم اکنیم با او را چکار کردیم پلاسیا کردیم از دو پره دومن چک کردیم او چی فایده داره برای زن؟ چی پوشیدن همون لباس باشه یا نه؟ این گروه زنهای من فکر میکنم مسلمان گفتن زبان انسان نمیگردن. اونا تاجیک هست. اگر حاج هوایه در روشان گویی که تو مسلمان نیستی باور که میزنه میکشده. میکی خودش بخبره که ایره شریعت تماما دور شده گرد. او سطر که دستش او سطر هرگیز نیسته. سطر برای پوشانیدن زینت گردن تر. برای پوشیدن یعنی فرضهایی که الله در قرآنش گفت او چی گونه سطره که تو هم خیلی مخکم کردی گیر دی گردن و تال دادی گردنی باریکت معلوم هست یک شرف هم بگیری میپوشانی شرف هم از یا تفتش در گردنات چی گونه گوشکار داری معلوم هست و سطره و سطر نیست و تماما در سطر داخل هم نمیشه میگه که برای بدنی که تو او را سایبان باید کنی سایبان از حجاب هست این هرگز مال عرب و ایرانی خوش به حال عرب و ایران که چندین سالها از ما شما پیشتر اسلام در بیافتن و پوشاندن زنشان خدا شنن. امروز وقتی ما میپوشانه میگن که مال عرب این هرگز مال عرب نیست. این پوشانیدن حجاب یعنی سایه بدن زن است. تا اینکه لرزش همون دنبش و سینش و دیگرش مرد نامحرم تماشا نکنن. با حسن خواهرای حجاب میپوشن همچنان تنگه و مانند همون کرسه‌های گفتگی. اما خواهر و مادر آن چیزی که شنیده هر جایی که میبینه این گونه زنهای کرده در گردن ما و شما رسانیدن خواه او خواهر مونه خواه او فرزند مونه خواه همسایه خواه کلینی همسایه خواه دختری خود مونه باید که ما رسانید میگه بسم الله الرحمن الرحیم خداوند متعال در قرآنش یا ایها الذین قوا انفسکم و اهلکم نارا ای آنانی که میگه ایمان آورده خود به خانواده اتون را از آتش جهنم بیرهانید رهانیدن آتش جهنم همین است هر چیزی که ما شنیدیم امروز پوشیدن حجاب و ستر فرضه باید ما به دیگران برسونیم امروز گفتن حکم شوهر واجب و حرمت شوهر امروز باید به دیگران برسونیم امروز یک مرد ما زن میگیره 10 زن دیگه این زنها واسطه نکنه اما حال آنکه الله خود در قرآنش میگه زن بگیره 2 تا 3 تا 4 تا زمانی میشود که به سر هر مرد 50 زن وای میشود تغری میبیاید در اون زمان خدا بگه که ما شما خداوند در اون زمان خلق نکرد چیکار میکردی؟ او خوبی و او خوشی که از جانب شوهر به ما میرسه برای که ما تنها میخواهیم هوای ایمو باشد زنهایی هستن که کلانسال شدیم در 40-50 در 30 رفتگی هم شوهر ندارن و یا میخواهن همین گونه خوبی های از جانب مردها با اونا بسته و یا میخواهن شوهر داشته باشن و یا میخواهن که مهربانی هست فهمن چی هست او چیزی که برای خود تنها دوست داشتی او لایقی که نمیشه در روز قیامت وقتی که ما پیروی حبیب الله باشیم آنی که از پیامبر ما از جانب الله مونده باید ما او را حرمت کنیم و الحمدلله عمل کنیم با قدر میفهمیدگی هر جایی که کتاب ها برامده گیره خونه که خداوند خود در قرآن میگیره زن میگه که زن گیره 2 تا 3 تا 4 تا اما باید همین شوهرهایم فهمن که عدل کرده کنن در بین همین دو زن ها
امروز زنا میگه میگه خدمت از خورنده چونده نمیتونه چیگونه زن گیره. حضرت یعقوب چی داشت؟ زناش فقط لکاو میخوردن یا کرپای رنگ برنگ میپوشیدن یا خونه کتیز داشتن؟ نه، چهار خونه خسی بود. الحمدلله در تلویزیون براوردن تماشا کردن خونه زناش دیده چیگونه بود، اما الحمدلله داشت چهار زن. دیگر امتای پیشینه همین گونه همین رفتار داشتن. امروز نسل دنیا ما یه غلبه کرده، کمبغلترین شخص خونه در مهمان شد، دسترخانش الحمدلله پر است. بهترین نعمت خداوند ما را در هم خیلی زمان خلق کرد، همه نعمت برامون ارزانی داد. کجا بود اون معرکه های به همه یوشیم؟ وقتی ما کودک بودم هم خیلی معرکه ها نبود، فقط مشکل کشا به ویسشندگی میگفتن دو غزل میخوندن به هوای تمام یه افتانه بابای خرکش خرکشه خرکشه تمام. بازی الحمدلله خوش به حال یاشای حاضیره، هر کجا میشنن معرکه امری معروف نهی منکر، در خاندان چشتی دیست کمیمانی به حضور گوش کردستی. امروز عالی رئیس جمهور اجازت نده که در منبر شینه دعوت کنه دیستاش مرحمت گیر در خانه چین گوش کن. همین قبر اومد اگه چنکه که خواهی الحمدلله هست، در کدام باره میخواهی گیر دیست کمون گوش کن، کدام عالی میخواهی گیر مرحمت گوش کن. این نعمت بهترین خواهران. زمانی ما مایده بودیم، پدر ما ملا بود، در روزه قلف میکردن با قروبه میخوندن، چقدر عذابا بود. ما مکتب میرفتیم پیاله ها در دستشان روزای ما میخوندن. من الحمدلله تولدم 71 به همه عمر یوشی ما همه روزه دیدگی هم. با ما دخترای ملا گفته همه خیلی هر روز باید ما داسته میبرامدیم جواب میدادیم که این ملا دخترش سخمه قفت چی میگوزن؟ میکه الحمدلله خوش به حال یوشای حاضر است. الله نگه دوست میدارم بنده توبه کننده هست، آنی که فهمید و توبه کرد من انشالله بخشنده و مهربانم. اما وای بر حال انسانی که فهمید و عمل نکرد، باز هم دوام دارم. نگه در روز قیامت در یک کتاب خونده، وقتی که یک زن و یک شوهر از دنیا میگذرن، زن در دنیا همچنان مهربان بود، همیشه حرمت و عزت شوهر میدونست میداشت. نگه هرگیز نگه به سیاهی چشم و کاشش سیاهی نمیدوان، هرگیز به سفیدی روش میگه سفیدی نمیدوان، یعنی که زینب در دنیا زیاد نمیکرد و مانند زنهای امروز کاشچینی و سرخلاوی و اینا نمیکرد. نگه به خاطر روزی اخیرتش که با همی شوهرش یک جا باشد. و نگه وقتی از دنیا گذشت خبر به گوشش رسید که شوهر در جنت الفردوس، اما تو نگه در جنت پایانترش. بعدن میگه نزدی الله عرض کرد فرشتگان از او بیروی به پروردگار گوه که من امو فلان زنی هستم که در دنیا حرمت شوهر واجب میدانستم. چگونه که الله فرمان داد؟ برای چی وعده الله بود که هر کسی که شوهر خود حرمت میکنه انشاءالله در اخیرت به خاطر او حرمتش و به خاطر آنه که توی تماشاهای اینمی حافظی و ویا میگه چمن کرد با شوهرش در روز قیامت میمونه انشاءالله، برای چی امروز من تنهایم شوهرم در دیگر جا؟ و میگه وقتی این خبر و گفت به نزدی الله میره، الله میگه درست میگه بنده من، در حوض کوثر میگه شستشویش که نزدی شوهرش بره. وقتی زنه میگه شستشو میکنن میگه بمانند ماه شب 14 میگه همچنان زیبا میشه، همچنان روی او نور پیدا میکنن، هرگاه میگه چرخ میزنن از نوری روی او میگه جنت روشن میشه. و میگه وقتی که میگیرن میگه فرشته ها میگه خورها و غیمان ها میگه به سوی شوهرش میبرن. وقتی که میگه میبینه شوهرش در یک قصر، میگه همچنان او قصر زیبایی 70 دروازه داره، 70 منبر داره، میگه همچنان زیبایی که در او قصر، میگه زن میگه حیران میشود. وقتی میدره میبینه که شوهرش شیشتر گیردش بسیاری، میگه همو ویا چیزای جمعتی خورهای جنتی میگه در اطرافشان همچنان زیبای، میگه زن حیران میشود. خود به خبر که زینتی که الله به او داده خورهای جنتی در پیش او هیچ بدن، همچنان زیبایی داده بود چه الله. و شوهر میگه اندرمان هوایا بود، بنا خواست میگه یکی چشمش افتی به این زن دنیا، میگه از جای برخیس از منبر میگه نگاه کرد، میگه حیران شد، گفت خدا من دو این محپری میگه این کی باشه، این دریچه چکار میکده باشه، اینم پور باشه. الله میگه نه، این زن دنیایی ایتیار. میگه پروردگارا زنی من قدر زیبا نبود، یک زن بود که
سینه‌هاش آویزان شده بود، لب‌هاش سفید شده بود، قامتش میگه خم شده بود، میگه به خاطر تو، میگه به خاطر روز قیامت از ترس من، میگه او زینت زیاد نمیکرد. بالای لباسش چادر داشت. میبینیم در هر معرکه که حافظی و هر چیزی که شیطانی بود، عمل شیطانی از اوجه خودش دور میکرد. همیشه در پای خداوند بود، در پای تلاوت قرآن بود، همیشه در خیر و سخاوت و هر کاری که به سوی جنت بود، همیشه کننده همین کارها بود. و همین خاطر من امروز شما را با یکجا کردم. وقتی که زن نزدیکی شوهر می بیاید، خور میگه از یک طرف، زن دنیا از یک طرف میگه. شوهر نگاه میکرد و دل میخواست که کاش همراه با زن دنیاییش باشه. و میگه در این حالت میگه خور میگه گفت ای زن دنیا، از خدا شرم نمیکنی؟ در دنیا 70-60 سالی که خداوند به شما عمر داد با هم بوده، یک جایه بوده، خوبی و هر چیزی که الله داد دیده با هم دیگر، نعمتهای الله هست. من طول اون سالهایی که شما زندگی میکرده، من منتظر شوهری تو بودم. امروز که نصیبی من شد، من خواستگاری کردم و شوهری تو ایمان شد، با میگه تو این ایمان میگیری؟ من سالهای طولانی منتظر این مرد بودم. میگه و زن میگه که آخی میگه در دنیا میگه ما را خداوند با هم آورده بود، من به خاطر این شوهر همه عملهایی که در دنیا میگه از خرسندی و از دیگر و دیگر به دست کشیدم به خاطر روزی اخیرت. صبر میکردم در هر حالتی که برای در دنیا میگه بایش زیاد بود، میگه خرسندی و بایش، میگه صبر میکردم که تا در اخیرت با این شوهر باشم. امروز میگه در این سالهای طولانی که من منتظر بودم با این، میگه تو میگیری در حالت امر معروف نخیزه اجازت نیست. بعدا میگه از جانب الله میگه فرمان میشه باید یه میفرسته و از بین این دو زن میگه باید دلهای این زنهای از میگه کینه و میگه از رش پاک میکنه. الحمدلله در این حالت میگه هوری دنیایی میگه که ای زنی دنیایی بگیر، میگه این مرد میگه نصیب خودت باشه، میگه من یک حضل کردم. و این زن هم میگه با همدیگر اتفاق میشون. الحمدلله از جانب الله به سوی مرد سوال میشه آیا تو حور میخواهی یا زنی دنیایی؟ تا میگه باشه که زنی دنیایی. الحمدلله این دوست که همه من زن هستیم، شوهرها حکمش واجبه. جای دیگر میگه اگر شوهر سر تا پا در یره گرفتار باشه که خون و ریم و زرداو از بدن او چکه، اگر زن با زبانش این خون و ریم میگه تازه کنه، هنوز هم حقوق زنیش بجا نآورده. امروز ما زنی میگیم اگر شوهر یک از دو ما ده گب نوزن بلو میگیم. امروز ما زنیم توی میرم، معرکه میرم، حتما نزد آینه میرم، خود منفسان میکنیم، غسل میکنیم با دوخیا و با دیگر و دیگر و دیگر. بسیار خوهران میبینی سطر دارن هم خیلی کرسته کده گیم زینت میکنن، خوشروگی میکنن، میرمم توی و دیگر و دیگر. چون خانه میبین حتما باید ولی بسای علیش کنن، پیش گاو میرن، چیکار میکنن، عرق میکنن، فرق نداره. شب نزدی همون حلالی که الله به اون نصیب دیده، وقتی که نزدی او میبین برای او هر خیل میشود. و همین خاطر میگن که مردهای ما بدبختن به همین زمان ما زندگی میکنیم. زینت ها او خوشبویی های میکنیم نزدی مردهای نامحرم ده. اگر او خیرویم ای بای، اگر حاضی گوان فلان جا تیه بهمون لباس خونه هرگیز نمیرون، میگه ای بای چه خیرویم. نزدی شوهری خود که الحمدلله حق و حلال خود مونه، برای او بیچاره هر خیل میشود. وقتی اگر با او زن گیره، با مقتی او چقدر مقابل نشان میتیم که من چیکار کردم تو زن میگیری. خوشروگی زن در صورت زن نیست، خوشروگی زن در سیرت زن است. خوشروگی زن علمی زن است، خوشروگی زن رفتار زن است. وقتی زن رفتار خوب کرد، او بیعزبی او را همون رفتار خوبش پنهان میکنه. وقتی زن رفتار بد کرد، اگر او ماه برینم خوشرو باشه، او خوشروگیش رفتار بدش پنهان میکنه. پس امروز وقتی شوهرای ما ایدر میگیرن، باید ما چهره کشاده داشته باشیم، باید ما تازه باشیم، باید ما خوشبویی داشته باشیم که وقتی شوهرای ما امروزها در همه کوچه های ما چرخ میزنن، خصوصا در مشغله میشن، تمام نمودی همین سینه های زنها تماشا میکنن، تمام نمود شد. من مرشته به یک بار ایی سنشین تا اون سنش رو همه خیلی زنی میدرای دختر های و زنک های و چی خیلی باشه با حضور تماشا میکنی خم نشیدن. اگر خم شید تا نفاشا میبینی.
پس اگر زن که زینا داشته باشه، زیبایی داشته باشه، خوشبویی داشته باشه، همون مرد همون زنا عادی چشمش میکنه میگه این زیباتر در خانه دارم. وقتی که شوهرایی که زن میگیرن مقابل نشان میدن با زنای خود، من فکر میکنم اول گناهکار ما زنها خودمون هستیم. اگر ما نسبت به شوهر مهربان باشیم، اگر ما نسبت به شوهر پاکیزه باشیم، خودمون احتیاط کنیم از تمام مثال دیگر و دیگر کارها، الحمدلله شوهر ما را انشاءالله که حرمت میکنم. وقتی که بیچاره شوهر در جگه یه بار دست دراز میکنه، به همون بوی عرق و به همون بوی گاو و مال و دیگر با بیچاره چند بار اوف خورا کدوم بفره این. دیگه چقدر ما زنها مقابل میشون نکنیم که میگه پروردگار که اگر زنی که شوهر خدا با رفتار خوب با بازی های عاشقانه میگه شب میگه او دعوتی او را میگه قبول کنه، او را رضا کنه، میگه تمام پرنده ها در آسمان، تمام ماهی ها در دریا، تمام مخلوقات روی زمین میگه رحمت میفرستن بر همین زن تا صبح. اگر مباده میگه در همین شب همین زن عمرش باقی نباشه و از دنیا گذاره، الله او را جنتی میکنه. وای بر حال زنی که همون شب دعوت شوهرش را رد کرد و تا صبح او شوهر خودش میدونه چگونه خواب میشه و تمام همین ماهی ها و پرنده ها و مخلوقات روی زمین و هم آسمان میگه برای همین زن لعنت میفرستن نوزن بلا. اگر مبادای همون زن همون شوهر دنیا گذاره نوزن بلا او دوزخته میشه. پس خواهران مادرو دقیقه کار ای یکون میگه که در حقیقت کردن حال از خدا شرم دار شرم دار. چیزی که الحمدلله از شریعت به ما و شما آمده رسید ایجای شرم داشتن نیست. آنه که نگه وقتی که حضرت رابیه نگه سوال کردن که برای چی شوهر نمیکنی و توی قدر یک زنی با تقوا هستی و سه عالمی که میگه نزد شما گفتن که بیا که شوهر ده برو، تو خود میدانی که الله میگه بهترین زن همون زنی هست شوهر داره، بهترین مرد همون مرد هست زن داره، پس بیا که به شوهر برو. نگه سه سوال میکن، اگر در سوالان جواب که یکی از شما انتخاب میکن. و میگه عالم ها که قدر عالم همون زمانه بودن فکر کردن که در سوال های حضرت رابیه پاسخ گفته میتونن و گفتن که بگذار. و میگه گفت سوال اول من همینه که شما خود میدانه که حضرت آدم را صلوات و سلام میگه پروردگار خلق کرد و میگه در حالتی که میگه با او را خلق کرد میگه روح های نزد او میگه دعوت کرد و گفت که روح ها بر حضرت آدم سجده کنه و در این حالت میگه روح ها دو قسم شدن، قسمی از جانب دست راست و قسمی از جانب دست چپ و قسمی از جانب دست راست بوده میگه سجده کردن و قسمی از جانب دست چپ بوده میگه سجده نکردن. شما خود میدونه که آنانی که سجده کردن جنتی هم، آنانی که سجده نکردن دوزخی هم. پس گفت شما بگوید که آیا در اون حالت روح من و شما از جانب دست راست بود یا از جانب دست چپ؟ و عالم ها میگه عاجز ماندم و گفتن که یارا بیا این علمی غیبه، اینا به جز الله کسی نمیدونه. پس گفت سوال دیومی من را گوش کنه. گفت وقتی که همه ما و شما را در حالتی که ملک الموت به سوی قبض جان ما و شما میبیاد، در همین حالت گفت شیطان از عزازیل گفتن به سوی قبض ایمان ما و شما میبیاید، در این حالت شما بگوید که ایمان من و شما در همین حالت از چنگال شیطان لعین گفت نگهبان میشه یا نه؟ سوالی ما گفتن باز هم عاجز، باز هم گفتن که ما نمیدونیم. این سوالی تو را به جز الله گفت کسی نمیدونه. گفت که نباشم سوالی سومی من را گوش کنه. گفت که وقتی که من و شما یا جان من خداوند قبض میکنه میگیره به خواسته ملک المال، گفت وقتی که ما را در قبر میمونن در سوی گفتن ما دو ملائکی میبیا برای سوال و جواب میگه، در این حالت میگم نامه اعمال ما و شما یا آیا با دست راست داده میشه یا با دست چپ؟ عالم ها گفتن که اینم این میغایب است و جز الله این را کسی نمیدونه. گفت نباشم، گفت در روز قیامت وقتی که گفت همه دنیا به آخر میرسه و دو گروه تشکیل میشه، گروه از جنتی ها و گروه از دوزختی ها، شما گویه که من و شما در گروه جنتی ها ایم یا در گروه دوزختی ها؟ و عالم ها گفتن یا رابیا سوال های تا همه علمی غیبه، این را گفت بجز الله ما کسی نمیدونه. رابیا گفت پس بگوه، گفت عقل چند نوع است؟
گفتن ده نو کمر ایوان گفتن در زن های چند اقل گفت چند جز عباره گفت ده جز گفت چند جز اقل در زن های چند جز ایوان در مرد عالی ما گفتن نه جز اقل در مرد یک جز ایوان در زن گفت آره پس گفت بگویه که نفس شهوت چند جز عباره گفتن ده جز رابیه گفت چند جز شهوت در زن است و چند جز شهوت در مرد عالی ما گفتن نه جز شهوت در زن است یک جز آن در مرد پس گفت من با همین یک جز عقل نه جز شهوت به همین سوال هایی که به شما دادم قدر معینه من عقل من عذاب میکنم چگونه من فکر دنیا و فکر شوهر کردن کنم عالی ما همچنان از خود شرم کردن و از نزد خانه رابیه رفتن پس خواهران ما که زن هستیم هرگز ما باید خود منو پست حساب نکنیم زن و مرد الحمدلله هر دو بنده ی الله هم زن به مرد نمیتونه مرد به زن نمیتونه زیرا که خالق ما و شما الله یگانه است اگر او خالق که در بین صفاتش عالم ای الحمدلله با علم خیش بنده خلق کرد اگر میدانید که زن به مرد میتونه مرد به زن یک مخلوق خلق میکرد فقط مرد یا زن خلق میکرد اما که این دو مثال مخلوق خلق کرد اینش به اینش نمیتونه اینش به اینش بسیاری مرد ها میگن زن عقل کوتاه داره موی دراز ما باید هرگز به این فرخند نباشیم زیرا که الحمدلله یک عقلی هم باشه اگر ما همین یک عقل ما کار فرمانیم الحمدلله ما عذاب کیم او را در گردیش دراریم انشاءالله همچنان عقلی پرایه میبینیم که اولین مخلوقی اولین امتی که به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ایمان آورد این زن بود حضرت خدیجه اولین شخصی که در راه اسلام جان خود قربان کرد اینم زن بود حضرت آسیه پس ما از زنها کمی نداریم ما هم الحمدلله همو عضو بدنیم که الله باید داد مادم داد اما عقلی اونا پره بود اونا همچنان این تیامایی که خداوند بسری اونا آورد ما دعا کنیم که بسری ما و شما نبیاره ما قدر ایمان مستحکم نداریم صبری او این تیاما ما نداریم اما که ما باید نگه علم از که از گهواره تا بگو پروردگار رب العزت نگه بنده های هستن که بر پس از مرگشون نگه اونا رو نگاه میکنی در سرشون همی قدر حجیره های داده بودن یعنی عقلی که داده بودن در طول 70-80 سالی که زندگی کردن در زمین وقتی از دنیا گذاشتن همو حجیره ها خوابن میگفت کار فرمارزگی نیستن امروز ما میگن که ما ذهن منکنده و دیگر ما کوشش کنیم ذکر زیاد کنیم این عقل بیدار میشه ما اگر او را دشخور داریم الحمدلله یعنی جسد انسان باور کنه یک زواد بزرگی که کار میکنه بزرگی یک جسد از او زواد زیاد است یعنی یک جسد یک انسانی که الله او را خلق کرد یک زواد بزرگی یعنی انسان از همون زواد زیاد است وقتی زواد در کار میدروه انسان او را در کار میدروه بالای هر یک سرماتش انسان است اما این جسدی که الحمدلله الله خلقش کرده ما ایر همیشه تماشا میکنیم یه بار کتاب آدم داخل جسد را نگاه کنی هر یک رفچه هایی داره که او را الله خودش میتونه در کار درو برده میلیارد میلیارد بار تا وقتی مرد این انگوشت ها کار میکنه یکان بار اهمیت نمیتیه اگر یک بار یک تشکی کنه دیگه خم نشه بعد به قدری میرسیم این دهان ما در لقمته آبی که قدر این زبان در گردیش میدره ما او را اهمیت نمیتیم اما اگر دقیقه این آبی دهان ما خشک شود انسان سخن گفتن میتونه الحمدلله این چشمایی که میبینیم یک بینایی میبینیم یک زنی که یک میام مردی که چشماش نبینای همونجا در باید شکرانه کنیم الله شکر میکنه با بینایی این نفسی که داخل ما و شما میره با یک نفسی که داخل ما و شما میدروه و بیرون میشه دو ملائک در خدمت است و دوبار انسان به هر نفس باید شکرانه کنه یک ملائک نفسی ما را داخل دروه ملائک دیگر بیرون اجازتی بیرون برآمدن نیست این نعمت های الله به شما را باور کنه خواهر و مادر جسد انسانی باور کنه همچنانه که گفتم که این چشم بینایی داره این گوش شنوایی داره هستن انسانایی که شنوایی ندارن انسانایی هستن گویایی ندارن بینایی ندارن پا دارن روایی ندارن دست دارن گیرایی ندارن اما باور کنه در روز قیامت از این جسد پرفان میشن بدیوز این زبان لال میشه زبان خاموش میشه از کل عضو بدن پرفان میشه همه این عضو بدن در زبان میبینن سخن میکنن ای چشم
بینایی دادم. آیا بر این بینایی من یک بار اصلا حرفی من را دیده بوده قرآن من را گرفته بوده به دسته. کشاده بودی در قرآن چی بود؟ به یه عقل من داده در قرآن کار کردی؟ به یه زبانی که ورد سخن میکردی آیا تلاوت قرآن کردی؟ به یه شنوایی ها یکان بار امر معروف و نهی منکر و تلاوت قرآن شنیدی؟ به یه پاها در راه شریعت رفتی؟ به دستاد یکان خیر کردی؟ همه این از این جسد پرسان میشه، این جسد صاحب داره. امروز پاهمون در میکنن از زنبیلا، چی نگن؟ نوشیرگیش هم پاهمون در میکنن از زنبیلا. آی پاها دفعه کی داده؟ صاحب این پاها کیه؟ وقتی لعنت میکنن که لعنت تماما اجازت نیست بر بنده. لعنت فقط از جانب الله باید باشه. برای به همین خاطر زنها زیاد زیاد سوزنده آتش جهنم هست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از شب معراج بازگشت، کل زنها گفت که ای گروهی زنها شما زیاد زیاد خیر کنید، زیرا که زبانی لعنت کننده داره. لعنت فقط از جانب الله باید باشه. شیطان از آزیل لعنت کرد، او روی جمعت نمیبینه. و سه گروه زنهای هم لعنت میکنه خداوند، زنی وسوسه کننده، زنی کاشچین، زنی که کاسب کاشچینه، زنی که بر موی خود موی اضافه میکنه، زنی که بر روی خود خال میکنه. این گونه زنها الله لعنت میکنه. چی گونه ای که شیطان لعنت کرد؟ وای بر حال زنی که قاش چینده داره، وای بر حال زنی که به موی خود موی اضافه میکنه، موی خود را زینت میکنه، به رومال میبره، در مردای نامحرم نشان میکنه. وای بر حالش. خوش به حال زنی که همین دقیقه شنید شنیدن قاش چیندن چقدر گناه است. ان شاء الله بعد از نماز پیشین یه دوام میتیم بسیار یک موضوع وسیع. میگه وای بر خوش به حال زنی که فهمید و از همین دقیقه بس کرد، او خوشچینیه دوام نداد، الله رحمان و رحیم است، او را میبخشه. وای بر حال انسانی که شنید و گفت که حالی با بس میکنم، مبادا چیندی و گفت که حالی بس میکنم، حالی نبرو مده خداوند جان تگیری. در یک زمان هستیم که هر لحظه هر قدم امتحان های برای ما و شما. دخترک های شوهر نکده مردستی هم. طفلک های این قهر مردستی هم. نمیگه این روز ایده هی. نمیگه این روز چند شنبه هی. نمیگه تو چند ساله هی. نمیگه تو حالی سینه مادر مکی دستی. نمیگه که تو حالی این روز شب عروسی تا. شهر پش عروس میدارن. حال عروس زنه رسیده عروس دردی میگیره که همون خلمه برن به همون درد نمیرن. چیزی که نصیب بوده هوای میبینی افسانه نیست یا زندگی ما و شما هست. چیزی که نصیب بوده هست هوای میبینی. وای بر حال این زبانی که میگه حالی با پیر شوم میکنم. این سخن او نیست. این سخن شیطان هست. شیطان هر قدم، هر زمان، هر لحظه بنده یا وسوسه میکنه. ای بنده، بمیکنی. حالی وقت داری. حال آنکه بنده وقت نداره. بنده دقیقه عمرش باید به شمار باشه. دقیقه عمر رفت گویا الله در این دقیقه عمرم ده دقیقه عمرم رفت. ساعت چند شد نگم؟ ساعت یک. نماز پیشین شد تا ساعت یک چی ذکر کردی؟ یکان بار خداوند یاد کردی؟ مرد یاد کردی؟ چی کار کردی در دنیا؟ برای یکان توشه تیار کرده استی؟ نه وقت رفته سای ساعت یک شد قلان جدا دیر موندون. این نفس دنیا هست. نفس دنیا هر لحظه ما یا بسیار خودش میکشه. هر دقیقه میخواه که ما آیو باشیم در قیامت در گروه دوزختی ها باشیم نوزن بیلا. اما خوش به حال این زبان که از تقصیر لاگو باشد، خوش به حال این جسد که خود شد در گروه نجات یافتگان پرتاید. امروز هر عملی که الحمدلله بسوی جنت شد، تو همه عملها کردنگید، ذکر تا زیاد کردنگید، زنگ دلی تو پاک می شود. میگه این جسدی که ذره گناه کنه، ذره میگه گناه کنه. مثال یک مردی نامحرم یک بار نگاه کرد، مبادا چشمش رسی چشم دریایه، پیش نگاه کرده گفت که یه بار گردینیم قمردی خوش رو بوده نوزن بلا زینا شید. در دلی تو ذره نقطه سیاه پیدا شید. و هر لحظه ای که تو ذره ذره میگه گناه میکنی، این نقطه سیاه کلان شدن میگیره. جسد سیاه میگه همه خیلی احاطه میکنن. وقتی جسد احاطه سیاه شید، تو ای کجا عمل دیگه عمل میگه جنتیه کرده میتون. و هر لحظه الحمدلله وقتی که بالای جای نماز می بیاییم سخن با الله خود میکنیم، انشاءالله میگه گناه های انسانی رفته میشه. میگه در حدیث خود رسول خدا صلی الله علیه وسلم یک وقتا فصلی میگه تیرماه بود، میگه ابوذر غفاری میگه با رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیرون برامدن و میگه برگای درخت میگه در اون زمان زرد شده بود و حبیبی الله صلی الله علیه وسلم درخت گرید شاخه یا میگه یو تکن و در این حالت گفت چرا سوال میکنی ای ابوذر؟ وقتی که میگه در پاسخ در جواب گفت که چگونه که این برگ های تکان دادم درخت شاخه برگ ها رفتن،
همین از مثال نماز پنجگانه هر بنده یکی پنج وقت نماز وقت ساعت خودش خوان چگونه که این برگ ها از شاخش رفتن از بدن بنده میگه گناه همه خیلی میریزه. سبحان الله، این نماز بسیار یک نعمت بزرگ است، بهترین نعمت هست که الله به ما و شما داد. الله میدانیست که شیطان و وسوسه اجازه داد، این بنده در وسوسه شیطان داده شده میشه، به خاطر این باز نماز داد که انسان به خواندن نماز این شهر که گناهاش میریزه. الله مهربان است، الحمدلله. این نماز هایی که میگه هیه خمسون و هیه خمسونه، این نماز هایی که میگه شما میخونه به اعتبار خواندن برشته یک پنج وقت میگه به اعتبار پاداش، الله میگه در پاداش مده 50 وقت نماز مینویسه. اگر نمازی که با خشوع و با خضوع باشه، سر به سجده روی و سبحان ربی الاعلی اش در راه باشه، دیمش در زمین سریمش با در برداشتن زن سر، این گونه نماز نزد الله قدر قیمت نداره. نمازی که در رکوع میره ای رکوع بالا نشیده در سجده میره، این نماز خشوع و خضوع نداره. نمازی که بالای جای نماز و فکر در دیگر جای کسی میگه با اشارت او را بیا میگی، کسی با اشارت بوشی میگی، چیزی که در فکری تو کیم چه، اون نماز نزد الله یگان قدر قیمت نداره. الله منتظر محتاج نماز ما و شما نیست. ما این نماز را از ترس دوزخ میخونیم که الله ما را نگهبان شد، و الحمدلله الله با این نماز ما را داخل بهشت نمیکنه. الله نظر به رفتار ما نمیکنه، نظر به پاکی ما میکنه. الحمدلله انشاءالله که نماز خشوع و خضوع داشته باشه، الله مهربانه. انشاءالله وقتی که خشوع و خضوع قطعی خوندم، این نماز برهان میشه، نور میشه، در روز قیامت دستگیری ما و شما میشه. وقتی نمازی که خشوع و خضوع نداره، یعنی که خشوع و خضوع آرامانه نباشه، به آرامیش دل نباشه، در سجده و در رکوع ما آرام نباشیم، در حالت خواندن سوره و درستی تلاوت نکنیم و آرامی تلاوت نکنیم، این نمازا خشوع و خضوع نداشته باشه، میگه این نمازا به مانند لثه‌پاره میشه جیدن، و میگه کلا پیچ کرده برای انسانی زده میشه نازم بلا. یا اینکه جایی دا میشینیم به وضوع یا که جای می رویم، انسان مسلمان باید همیشه پای به طهارت باشه. او باید لباس به نماز نداشته باشه. او همیشه خیلی که مادرهای ما که پیرن او یاد اجازه تا که می شود که اجازهشان به نماز می شود یا جای دیگرشان، اونو خیلی با لباس نمازی می پیشن نمازشان رو می خونن. اما ما یوشیم حالی، ما برای چی لباس به نماز داریم؟ خود در خونه باشه، خود در دیگر جا بسیار معرکه در میشنیم خیلی خوهران هم موضوع تنه خونه فسان هم بهترین متریال در تنه شنه نگه بینموزه شرم داره زن مسلمان پاکی از اسلام هست چی گونه او پاک لباس فسانیش پشیده میتونه او را پاک کرده نمیتونه چی گونه او لباس زیباترین در بدن میپوشه او پاک نیست نماز نمیخونه یا بر انسان خودش فکر کنه بهترین نعمت خواندن نماز است شخصی که نماز نمیخونه و با نجاست برابر ده این گپ ما نیست یا بر خودتان فکر کنه ایزار به پیشاو درستید نجاست درستید یا تیفل ده همونجا پیشاو کرده درستید میگی که چی شید به نماز شید همین گپ خودی بنده میگی به نماز شید انا تو فکر کنه همون به نماز برابر ده همون پیشاو هست انسانی نماز نمیخونه و برابر با نجاست هست در دنیا بدبخترین انسان به نماز است. فرق در میان ده حدیث میگه فرق در میان مفهوم حدیث در میان مرد مؤمن و کافر و مشرک چیست میگه به حبیب الله محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در پاسخ نمیگه که عرب و تاجیک و روس و امریکاست نمیگه میگه خواندن نماز در وقتش هر شخص هر بنده یکی پنج وقت نماز وقت و ساعتی او میخونه اگر او عروس هم باشه الحمدلله او مسلمان است فرق بر زبان نیست، این زبان هر ملت سخن میکنه، اما هر بنده که ایمان داره، خدا به یگانگی میشناسه، حبیب الله به رسول خدا میشناسه، الحمدلله پنج وقت نماز وقت ساعت خود میخونه، او مسلمانه. اما وای بر حال انسانی که خود مسلمان هم میگه او، اما نماز نمیخونه، بین این روز میگه این معرکه ده، میخزه دیگر خود نماز میخونه، خونه میره با نماز و قضایی، این گونه انسان مشرک است. میگه گناهی مشرک ای کافیر زیاد است. کافیر بر کافیر بودن خودش تصدیق میکنه در روز قیامت. وای بر حال مشرکی میگه بینی مسلمان ها در من مسلمانم بینی به نماز ها میرم میشنه میگه بمیرم خونه در میخونم. میگه هر بنده یکی یک نماز بدون عذر عذر نداره. ششتی میگه لباسون به نماز او عذر نمیشه. در زن عذر در سه وقت میشه.
یکی در حالت اپیرات صدتگی نرکوز خواهد. دیگر در حالت مدهوشی دیونه. سیومین در حالت عذر. حیزه. سه حالت عذر میشه زنده تموم. تولد حالتی که فرزان اومده میشتن. اگر حالتی که تولد کدستی وقتی نمازی بامداده حالی کودک ده دقیقه بعد حالتون وای میشه تولد میشه همون نمازی بامداده ایتا قضا میشه. خبر در روز کمک پرسان میشنده. حالتی که تری تیفل میتوه انا همون حالت عذر میشه برای زن تموم. حالی که تیفل دورتر هست میشه وکی تا همون نماز خانی و بس تیفل تولد میشه همون نماز پرسان میشن در روز کمک. انا بجز همین سه چهار عمل دیگر حالت هایی که میگی من بیمارون و میگه که نماز در هزار در خزر در بیماری در جوانی در پیری یگان چیده معوف نمیشه. یگان حالت بهونه نمیشه که من عذر دارم که امروز پاچه در میکنه شیشته خون حال آنکه خوندن نماز راستا فرض است. پاچه در میکنه شیشته خون بیماری خسته نمیتونی خیلی بخون وقتی که تماما در بیستری و اشاره خون در سفری با خداوند قصر نماز بسته ایتا قصر بایتون کتاه شد کدستانشه اما ای نماز دور نشد. با اللهی که با تو دنیا یارم دار اللهی که با تو نفسی بیتون دار هر دقیقه میلیارد ها بار نفس میکشی ایتا کسی سون نمیگیره. این روز بیمار میشی ده دقیقه نیم ساعت اپیرات ساد میگذاره دولار میگیرم با تو دستم ارتس میکنم نفسی سون این میکنم دولار کتی الله قدر مهربانه ای قدر نفس ها میکشن هیچ کی ما پول نمیگه. وقتی ساعت خود افتاو میبره با ما فایده میاره مختاو میاره میبیاره فایده میبیاره شمال فایده خود چه داره بر فایده خود چه داره باران فایده خود چه داره همه نعمتاش برای ما ارزانی بپول داده خود یه الله بزرگ خدمتگار ما و شما شده. با همین گونه یک الله مهربانه میگه بنده امروز پنج بار با من صحبت کن من بخشنده مهربانم کل گناهات همه بخش میدارم که وسوسه دارد شیطان. اما ما بندگان با میشینیم کور بر این کو همه پنج دقیقه وقت میره برای خوندن نماز. پنج دقیقه در انسان الحمدلله نماز میخونه اما به خاطر پنج دقیقه همین قصد مونه بهونه میکنیم دیگر و دیگر با وصل معرکه میریم. وقتی نماز میشه خزه خاله مادرها خواهرها خزه نماز کنه ایت خانه بزرگ دو کس یا سه کس نماز میخونه. به نزدیکی مهمان شدیم همون جای گفتیم که بودیانیم کمپیرهای پیر هم باور میکنه کمپیرهای پیر همین خاله ها مونباری کمپیرها شیش بیان خزه نماز کنه نگه لباس من به نماز هست در یک خانه مهمان شدیم کفه زد در هر یک همون اعتازش عدل نوای توالت های وانه های خست حولی نمی بروی ای خاله این های جد وانه خست آرد که ای بچه مول میرم ای خانون فکر کنه انسان سی مثال درسته است تو نزدیک شی دستی توشه ای راه چی های آسه این همی خاندان آمدی دست خالی نامدی ها حتما دست ده باید یک چی باشه شرم میکنی دست خالی دادی اگر ما باده دست خالی آمدی گر چندی شرم کده میدونی حتما به زبان بخشش میترسی خواهر جان میبخشی کیم چی همه خیلی بحنه شدی نتونستون دست خالی آمدن وای برحال در روز قیامت توشه نداری چی میبری دست چی میبره انسان این نعمت بهترین نعمت این نماز خواندن بهترین اگر ما درباره نماز سالها حالی فقط ساعت سالها گفزنیم او آخر نداره. این نعمتی هست که الله به بندش بهترین داده الحمدلله. الها آمین دعا میکنیم پروردگار متعال به وقت نماز که ما را رساندی الله رب العزت ستن نماز خواندن و با تو هم صحبت شدن به همه این خواهران و مادران نصیب و روزی بگردان. پروردگار شنیده هایی که ما از جانب خودت این سخن هایی که به زبان ما آمد شنیدیم پروردگار عمل کردن شد به همه ما نصیب و روزی بگردان. الله رب العزت صاحبان این خاندان به هر نیتی که این دستان آماده ساختن خیرهاشان از قبول بسازد مرادشان حاصل بکن. پروردگار فرزندانشان همیشه تلاوت کننده قرآن و در عقلشان فهمایش قرآن نصیب و روزی بگردان. در جسدشان پاهاشان در رفتن شریعت دستشان به خیر و سخاوت چشمشان به بینایی حرف قرآن زبانشان به خواندن حرف قرآن گوششان به شنیدن صدای قرآن نصیب و روزی بگردان. الله رب العزت دعا میکنیم همیشه در راه صراط مستقیم قدم زدنشان نصیب و روزی بگردان. دنیا و آخرت براشان آباد بساز. گذشتگانشان رحمت و مغفرت بکن و بازماندگانشان گفتیم همیشه در راه صراط مستقیم هدایت کن. جمعی گذشتگان این منزل این مکان جمعی گذشتگان ششتگان این خاندان جمعی گذشتگان این محله و جمعی گذشتگان همه ما پروردگار رحمت و مغفرت کن. بازماندگان ما الله رب العزت عاجزانه دعا میکنیم خصوصا
کردن فرزندای ما را که ما زن مادرم عاجزیم. الله ما را در تربیه فرزند تنها مگذار. پروردگارا فرزندهای ما را اولا فرمان برداری خودت، بعدا فرمان برداری قرآن و فرمان برداری پدر و مادرشان بگردان. الله رب العزت دعا میکنیم ما را پروردگارا ایمان در قلبمون جا کن، زبانمون را ذکر کننده بگردان و با ایمان در دنیا گشتن و با ایمان رحلت اخیرت کردن، با ایمان سر از خاک برداشتن در روز قیامت زیر لوای لا اله الا الله پروردگار ما بر ما هم جای عطا بگردان و ما را در روز قیامت همین گروه باز هم با هم با خوردن در جنت الفردوس نصیب و روزی بگردان و با ازواج متحرک ما را همسایه بگردان و هم صحبت بگردان و از دیدار به چون چرای خود مشرف بساز و از شفاعت حبیب به نصیب بگردان. الها دل ما تسلیم خود کن، همه فردی جهان مسلم خود کن، صراط المستقیم را راه ما کن، کتاب قرآن را حاکم ما کن. الها صاحب این خانه را امانش ده، برکت خیزر در مکانش ده، ما ندانیم در دل او چیز، هر چی میخواهد همانش ده، اگر میل او بود سوی بهشت بهشتی جاویدانش ده. مصطفی که شفاعت بخش ما از حوض کوثر بر کل امتانش ده. ربنا آتنا فی دنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار، عذاب قبر القیامة. اللهم صل علی محمد النبی الامی و علی آله و سلم تسلیما برحمتک یا ارحم الراحمین. من ای خواهری اسلامی الحمدلله دوام که عذر دارم، کسی که عذر داره مرحمت شنه گوش کنه، کسی که اگر عذر نداره خیز التماس نمازت رو نخونه، بعدا انشاءالله صحبت میکنه. شگان جای خاله همه تلفن رو باید کنین اما بگو بکشم دایی کنم برای زد کنم باید کنم در بگنم منی کنم چه کنم باید کنم ای بچه ها ای تلفن Ну, я тебе сейчас. Ты что-то там, по-моему, ты не знаешь. Ты там что-то, ну, сразу. Ну, фон, давай. Он один хочет. А потом, что ли, а? Она и тут, знаешь, не мира. Ну, я тебе. Я не хочу, чтобы... Я тебе. 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 Я